دود 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 سلام از کردی. بله درست شنیدی، صدای شیپور دود 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 دود، یا بهتر بگم دادار و دودور سیدعلیه. میگن ولی فقیه رو به باند خودش راه نمیدادن، چارو به دنبش میبست. آخه نفله، قبر امام پوسیدت جای ملق بازی هاست. دشمنان ما تلاش گسترده ای رو از روزهای اول آغاز کردن و هرچه جلو رفتیم این تلاش بیشتر شده است. از صدها بلکه هزاران ایستگاه تلویزیونی و رادیویی و اینترنتی استفاده کردند برای دشنام دادن به جمهوری اسلامی و به بانی بزرگ آن و به طرفداران آن. خود این مطلب به ما کمک کرده است. این که کوچیک و بزرگ و زمین و زمان تو و اون امام لعنتی تو حسابی میمالونن میذارن کنار کمکت کرده ها؟ اگه اینترنت و تلویزیون و رادیو و ماهواره بهتون کمک کرده پس چرا فیلترش میکنید؟ خب امداد غیبیه دیگه، بذارید سیل کمک ها سرازیر شه. حالا یه گزارشی از وضعیت پتال منطقه اید بده ببینم علی گدا. بیداری اسلامی ممکن است برای مدتی در بخشی از دنیای اسلام سرکوب بشود، اما بلا شک ریشه‌کن نخواهد شد. آخه دل دلواپسا که با این دلداریای دوغکی آروم نمیگیره سیدت. داری قافیه رو تو منطقه میبازی، بعد میخوای با این روزه‌ها به بسیجی‌ها امید بدی؟ اصلا به ریختت نمیاد این حرفا. منطقه رو ول کن، اندرونی رو بچست. اما در مقابل جمهوری اسلامی در برابر این همه حجمه و این همه مخالفت خشن و بی‌ملاحظه هم از بین نرفت، هم دچار محافظه‌کاری نشد، هم به غرب باج نداد، روز به روز هم پیشرفت کرد، روز به روز هم کشور پیشرفت کرد. جاش بود تو این نقطه اون دجال هفت کفم پوسونده یهو از منجلابش میپرید بیرون و میگفت خفه، لیکن این گونه نباشد که واسه هر کی میبندی واسه ما هم ببندی. اتمو بای دادی رفته، بعد میگی به غرب باج ندادی، غلط کردی با دلواپسات. اما این راه مثل همه راه‌های مهم که به سمت هدف‌های بزرگ کشیده شده است چالش‌هایی هم دارد، موانعی هم دارد. این موانع را باید بشناسیم تا بتوانیم از آنها عبور کنیم. اگر مانع رو نشناختیم عبور از مانع یا دشوار خواهد شد یا حتی غیر ممکن خواهد شد. آها، پس الان که خره ولایت پشت مانع گیر کرده و راه پس و پیش نداره واسه اینه که مانع رو نشناخته. ها چرا نشناخته؟ گیر اصلی رو بگو علی بافو، اون چالش چالش ها رو بگو که کرده ده تو چاله. امروز منافقین در آغوش آمریکا قرار دارن، در جلسات گوناگون در کمیسیون های کنگره آمریکا شرکت میکنن. همین عناصر منافق، همینایی که در اینجا آحاد مردم رو کشتن، بزرگان رو کشتن، علما رو کشتن، دانشمندان رو کشتن، سیاسیون رو کشتن و انفجارات به وجود آوردن، امروز اونجا با اونها هستن. یکی از راه ها هم این است. اوه، به پا ازشون اسمی بری یه ها قبض رو نشی سیده.
زمین و زمان رو دوختی به هم و هر چالشی رو با یه مش کود بلایی پر کردی. همه به این چالش که رسیدی یه ها گیرباکست اومد پایین. چی شد؟ الان امامت هم تو قبر رفته رو ویبره، چه برسه به بسیجی های با رفته که همین جوری هم افقی هست. از دست دادن انسجام ملت از چالش های ماست، دوچار شدن به تنبلی و بیروحیگی، دوچار شدن به کمکاری، دوچار شدن به یأس و ناامیدی. تصور این که ما نمیتوانیم، تصور این که تا حالا نتوانستیم، اینا همه اون چالش های درونی ماست، باید با اینا مقابله کنیم. اگه تو اهل مقابله بودی قبل از زهر خوری مقابله میکردی، الان که دیگه چالش و چولشاتم پر شده از زهرماری، دیگه کدوم مقابله؟ بهتر بود به جای سخنرانی میرفتی کنار قبر امامت یه چالش میکندی، خودت هم اونجا دمن میشدی، اومدی قفلی پیروزی بیاد شاسی تا برداشت. آقا یکی بیاد این تله شکسته قزبی تو برداره ببره، آخه اینو چه به سخنرانی؟ موشکار با آقای موشکار.